يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز سورة نصر. يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا مد تبعي مقدري دو حركات ميكشم جاء. بعد از الف حمزه آمده است در داخل کلمه مد متصل مقدار 4 حرکت میکشیم. نصر الله حرف صاد حرف استعلاء است، غفص خوانده می شود. نصر الله نه نصر الله. نصر الله حرف را با دمه آمده است، غفص خوانده می شود. نصر الله لام کلمه الله غفص خوانده می شود به سبب دمه ای که پیش از آن آمده است. نصر الله نه نصر الله. والفتح همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. و رأیت را غفص خوانده می شود به سبب فتحه. و رأیت الناس همزه وصل کلمه ها رو پیوست کرد. ناس مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. یدخلون ید حرف دل با سکون قلقله. یدخلون لون مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. فی مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. دین الله دی مقدار 2 حرکت میکشیم مد طبیعی. دین الله لام حرف الله باریک خوانده شد به سبب کسره ای که پیش از کلمه الله آمده است. فی دین الله نه فی دین الله. افواج و مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. جا مد عوض که تنوین ان به 2 حرکت تبدیل مییابد، عوض میشود. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك را غفص خوانده می شود به سبب فتحه. واستغفره در اینجا حرف را باریک خوانده می شود به سبب کسره ای که پیش از آن آمده است. انه کان توابا. انه حرف نون با تشدید آمده است. اینهو هو مد صله صغرا به مقدار 2 حرکت میکشیم. آن علامت واو میده که در پایان آمده است این نشانه آن است که در اینجا مد صله صغرا است. کان مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. توابا مد طبیعی با مد عوض در اینجا توابند بود و یک خط تنوین ان را گرفته حرف میمی میده گذاشتند به سبب که اگر ما پیوست خوانیم در اینجا قاعده اقلاب می شود، چون که سوره دیگر با بسم الله آغاز می آورد حرف ب قطعی، بعد از تنوین ان اگر حرف ب آید اقلاب می شود، چون این خوانده می شود در وقتی پیوست خواندن. توابم بسم الله الرحمن الرحیم. پس دوستان این علامت میمی میده علامت اقلاب است. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. سبحانک اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تا درس های دیگر در امان الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.